بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما شما بعضی از مفاهیم اساسات Active Directory Domain Services را مورد بحث قرار میتیم. مفاهیم اولیه یا اصطلاحاتی که در داخل خود Active Directory Domain Services از او استفاده میشه. در حقیقت Active Directory Domain Services به ما شما سرویس را که فراهم میکنه ای است که ما از یک نقطه مرکزی میتونیم که ریسورس های را مثل یوزرها، کامپیوترها، سایت ها و سبنت ها را ما شما مدیریت بکنیم. پس اول باید چند اصطلاح اولیه را ما شما باید بفهمیم. یکی اکتیو دایرکتری هست. اکتیو دایرکتری خودش یک دیتابیسی هست که ما شما میتونیم در مورد ریسورس ها در او معلومات ثبت بکنیم. ریسورس های ما شما که به نام آبجکت ها هم یاد میشن، مثل یوزر ها، کامپیوتر ها و سایت ها و سبنت ها میباشه. توسط اکتیو دایرکتری یا ایدی ما شما میتونیم سرویس های متفاوت را فراهم بکنیم که یکی از سرویس ها به نام اکتیو دایرکتری دومین سرویسز هست که ما از طریق این سرویس میتونیم کامپیوترها و ریسورس ها را از یک نقطه مرکزی مدیریت بکنیم و بر اونا سرویس اتنتیکیشن را پروواید بکنیم. همچنان ما شما میتونیم که اکتیو دایرکتری فدریشن سرویسز را توسط اکتیو دایرکتری فراهم بکنیم که این سرویس در حقیقت ما شما اجازه میده ما فیچر سینگل ساین آن را کانفیگر و مدیریت بکنیم. سرویس دیگه ای را که ما میتونیم پروواید بکنیم اکتیو دایرکتری سرتیفیکیت سرویسز هست که توسط از این ما شما میتونیم یک پابلیک سرتیفیکیت را بر سیستم های سافت وری خود در نتورک خود ایجاد بکنیم. دیگه سرویسی که میتونیم فراهم بکنیم Active Directory Rights Management Services هست که در حقیقت توسط از این ما شما میتونیم که توزیع خود داکیومنت ها را در نتورک خود کنترل بکنیم، یعنی انفارمیشن های خود به خاطر وقت توزیع شوه او را سیکیور بسازیم. همچنان ما شما میتونیم توسط از این Active Directory Lightweight Directory Services را فراهم بکنیم که یک ورژن ساده هست خود Active Directory Domain Services هست بدون اینکه ما شما دومین و فورست را ایجاد بکنیم. وقتی ما میخواییم که ADDS را ایجاد بکنیم ما از دو رقم کمپوننت ها و خطر ایجادی میتونیم کار بگیریم. فیزیکال کمپوننت ها هستن و لاجیکال کمپوننت ها. فیزیکال کمپوننت ها کمپوننت هایی هست که با چشم ما شما رو دیده میتونیم و مثل دومین کنترولر، و لاجیکال کمپوننت ها اونا را فقط فانکشنالیتیش وجود داره و ما شما دیده نمیتونیم مثل فورست. پس توسط فیزیکال و لاجیکال کمپوننت ها میتونیم ما شما ADDS را بسازیم. ADDS logical component ها را در این قسمت مورد بحث قرار میتیم که یک دومین هست. دومین در حقیقت به ما شما اجازه میده که ما از یک نقطه مرکزی تمام کامپیوترها و ریسورس ها و گروپ هایی که ما شما در داخل نتورک خود داریم اونا را مدیریت کنیم. پس یک نقطه مرکزی هست برای مدیریت کامپیوترها، یوزرها و گروپ ها. توسط خود دومین در حقیقت ما شما میتونیم که در یک دومین کنترلر در کامپیوتر اینستال بکنیم که او همین فانکشنالیتی رو ما شما پروواید کنه. دیگه کانسپت تری هست که باید ما شما بفهمیم. تری در حقیقت مجموعه دومین کنترلر هایی است که عین روت دومین را داشته باشن و در حقیقت اکستنشن آخری تمامشان یکسان باشه یا عین نیم اسپیس را اونا تعقیب بکنن. مثلا اگر ما شما رو دومین و بنام microsoft.com باشه ممکن این دو کشور فعالیت داشته باشه، در UK و در US. پس UK میشه uk.microsoft.com و US us.microsoft.com میشه که اینا میشه چایلد دومین باشن. پس ما شما میتونیم که با استفاده از چندین تری یک فورست را بسازیم. فورست دقیقاً مجموعه چندین تری هست که عین گلوبال کاتالوگ را داشته باشن امرای عین اسکیما. پس این چیزاشان بینشان به مشترک باشه. پس اگر ما شما چندین تری را با یک دیگه وصل ساختیم از اون میتونیم ما شما یک فورست بسازیم. اسکیما در حقیقت در داخل اکتیو دایرکتوری ما میتونیم که اسکیما را داشته باشیم. در ADDS ما میتونیم اسکیما را داشته باشیم که اسکیما به ما شما مشخص میسازه چه قسم آبجکت ها را ما شما در داخل یک اکتیو دایرکتوری ایجاد کرده میتونیم. پراپرتی ها و تایپ های خود آبجکت های ما شما را اسکیما مشخص میسازه. ما میتونیم که یوزر های خود را و مثلا گروپ هایی که در نتورک خود می داشته باشیم و کامپیوترها اونا را ما شما باندل بکنیم، یکی بکنیم به شکل یک واحد اونا را اکسس بکنیم. میتونیم این کار را با استفاده از اویو انجام بدیم. اویو میتونه اونا را گروپ بندی بکنه. و دیگه ما شما کانتینر را می داشته باشیم که عین کار اویو را انجام میده، ولی در اویو ما میتونیم جی پی او یا گروپ پالیسی آبجکت ها را اساین بکنیم، لینک بدیم به اونا، ولی با کانتینر این کار را انجام داده نمیتونیم. هر دوش به خاطر گروپ بندی خود کامپیوترها، گروپ ها و یوزرها استفاده میشن. دیگه ما شما سایت میتونیم ایجاد بکنیم که در حقیقت ممکن کمپانی ما شما کمپانی بزرگ باشه و در موقعیت های متفاوت جغرافیایی فعالیت داشته باشه. پس ما میتونیم برای هر موقعیت جغرافیایی میتونیم معادلش یک آبجکت را در داخل یک اکتیو دایرکتوری بسازیم به نام سایت. سبنت ها در حقیقت ممکن ما در داخل یک سایت ممکن چندین سبنت یا ویلن داشته باشیم که ما میتونیم آبجکت سبنت را داخل خود اکتیو دایرکتری با اونا ما شما ایجاد بکنیم.
خود دیتابیس که داخل اکتیو دایرکتوری دومین سرویسز استفاده میشه او از قسمت های متفاوت ساخته شده که به نام پارتیشن یاد میشه که در کل ما شما سه پارتیشن را میتونیم داشته باشیم. اول پارتیشن ما شما را به نام اسکیما یاد میکنه که خود اسکیمای دیتابیس ما شما در ذخیره هست و در کانفیگریشن های خود ADDS ذخیره می باشه و در قسمت دومین آبجکت ها را ما شما ذخیره می داشته باشیم. اسکیما و کانفیگریشن که هستن اینا فورست لول پارتیشن ها هستن، به این معنی که ما ایره میتونیم در تمام فورست یکی داشته باشیم که فایت میکنه، ولی دومین لول پارتیشن ها که هستن که به نام دومین اهمیت میشن، این ضرورت است که در هر دومین کنترلر به صورت جداگانه ما شما ایره داشته باشیم. وقتی ما شما چندین دومین داشته باشیم، مثلا پرنت با چایلد هاش، یا مثلا یک روت دومین با دیگر روت دومین، یا یک تری با تری دیگه، یا یک فورست با فورستی دیگه، وقتی ما میخواهیم که از یک دومین کنترلر به دومین کنترلر دیگه یا از یک فورست به فورست دیگه ریسورس ها را اکسس بکنیم، باید بین اونها تراست ریلیشنشیپ وجود داشته باشه که یک توافقنامه سکیوریتی هست بین چندین دومین کنترلر یا بین چندین فورست یا در داخل یک فورست بین چندین تری. پس توافقشان بری هست که اینا میتونن ریسورس های خود از یک دومین کنترلر یا از یک دومین به دومین دیگه اجازه بدن تا ریسورس ها را اکسس داشته باشه. وقتی ما شما بین دو پارتی یا بین دو دومین کنترلر یا دو فورست ما شما ترانسلیشنشیپ رو برقرار ساختیم، در دو پارت وجود می داشته باشه. یک پارتی است که ریسورس را پروواید میکنه و یک پارتی که ریسورس را اکسس میکنه. کسی که ریسورس را پروواید میکنه به نام تراستینگ یاد میشه و کسی که ریسورس را اکسس میکنه به نام تراستد.